به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما دوستان. با قسمت چهارم آموزش طراحی قالب از وبسایت بیاموز در خدمت شما هستیم. ما در جلسه قبل اومدیم و تا اینجا قالب رو ایجاد کردیم به این صورت که دارید مشاهده میکنید و تو جلسه میخواییم بیایم این دوتا بخش رو ایجاد بکنیم، یه دونه این بخش که دارید مشاهده میکنید و همچنین بخش مدرسی، یعنی بخش های برترین دوره و بخش های مدرسین رو میخوایم تو این جلسه بیایم و ایجاد بکنیم و امکان داره که طول این ویدیو مقدار زیاد بشه که حالا شما میتونید استوپش بکنید توی مرحله اول و مرحله دوم رو دوباره در واقع توی یک قسمت دیگه که خودتون تعیین میکنید اون رو مشاهده بکنید. خب من میام و در اینجا این سیکشن رو میبندم، به صورت کلپسش میکنم که مقدار کد هم واضح تر باشه و میام اینجا کامنت میذارم روی دو. من باز میام و اینجا این رو باز میکنم. ببینید اینجا من یه مقدار این رو آوتش میکنم که به این صورت. خب اینجا خیلی ساده است. ببینید بخش مربوط به برترین دوره ها دو تا عکس هستش، دو تا عکس ساده و دو تا متن ساده که به صورت در واقع زبدری کنار هم قرار گرفتن. خب استایلش به این صورته، این متن استایلش در واقع فلوت رایت داره و عکس فلوت لفت. دوباره در این قسمت پایین متن فلوت لفت داره و عکس فلوت رایت رو داره. خیلی ساده هستش، من رسیدش میکنم که به این صورت در من بشه. خب بریم و بیایم و حالا HTMLش رو ایجاد بکنیم. من میام در اینجا باز از همون تگ سیکشن به این صورت ایجاد میکنم. به این سیکشن هم قاعدتا باید یک کلاس بدم با نام رو کانتینر، مثل همون قسمت بالا که کلاس رو کانتینر دادیم و یه سری پراپرتی عرض 100 درصد یه border bottom داشت به این صورت. و به این باید آیدی بدم، یک آیدی با نام رو دو. چرا؟ چون زمانی که کاربر روی برترین دوره ها کلیک کرد اسکرول بیاد به سمت این بخش، مثل اینجا. ببینید روی برترین دوره ها که کلیک کنم میاد به این قسمت. اینجا میخوام همین کار انجام بدم، زمانی که کاربر روی برترین دوره ها کلیک کرد بیاد به اون بخش مربوط به برترین دوره ها. خب حالا در اینجا من میام و یک دیو ایجاد میکنم و به این دیو کلاس رو رو میدم که یه سری پدینگ در واقع داشت و همچنین FWC رو میدم که این حالی هم بارها خدمت شما عرض کردم که اینا چی هم دیگه. ببینید اگه وارد رو بشم یه پدینگ داره و FWC هم که یه عرض ثابتی داشتش. خب درون این من باید بیام و در ابتدا یک عکس قرار بدم، ایمیج سورس. میرم وارد فولدر assets میشم و وارد فولدر ایمیج میشم و عکس materialize رو خودم رو به این صورت انتخاب میکنم. اگر همین الان بیام و من یک بار این رو اجرا بکنم میبینید که شما یه همچین عکس تو این قسمت با یه همچین ابعادی دارید. کار اولش اینه که من باید عرض این رو یه مقدار کمش کنم و بعدش که بیام رو سمت چپ قرار. برای اینکه عرضش رو من کم بکنم میتونم اینجا بیام و از پراپرتی ویت استفاده بکنم، میذارم روی 600 پیکسل. اجرا به این صورت میشه. حالا اینو اگر من بخوام بیام سمت چپ قرار بدم کافی از همون کلاس هایی که قبلا ما اومدیم و ایجاد کردیم رو بهش بدیم، کلاس لفت که فلوت لفت رو داشت. اگر الان من بیام و اجرا بکنم میبینید که اومده و سمت چپ به این صورت ببینید میچسبه. و ضمن این که من باید بیام و یه کلاس بدم با نام W به این صورت، ببینید چیه، عرض 50 درصد رو هم بهش بدم که به این صورت بشه، یه 50 درصد رو در واقع بیاد و در بر بگیره دیگه به این صورت. من یه بار این رو بر میدارم چه صورت میشه، ریفرش. خب دوباره به این صورت میمونید که این هم الان در اینجا برای ما اومد و
پیاده شد. اما یه مقدار اینجا این پدینگ چیه که به این صورت گرفته؟ برای این روه که من اینجا احتمالا یه اشتباهی کردم. رو FWC، خب این اوکیه، مشکلی نداره. آره مشکلی نداره. خب بعد از این من میام و متن خودم رو ایجاد میکنم. من یه دیو میذارم با کلاس کانتنت 2 و اینجا میام HTTP میذارم، مینویسم آموزش قالب ماتریال طراحی کنید به این صورت. و حالا یه پاراگراف هم میذارم که دیگه اون پاراگراف رو هم میتونم متنش رو از همینجا کپی کنم. به این صورت قرارش میدم و یه اجرا. به این صورت اینها در اینجا قرار بگیرن برای من. مشاهده میکنید. حالا کافیه به این هم من بیام استایل بدم. خب. میام و من وارد style.css میشم. اینجا کامنت میذارم. کامنتی که میخوام بذارم میگم روی دو، میگم توی آیدی روی دو ما یه کلاس داریم با نام کانتنت دو که درونش یه تگ H3 هستش. درسته؟ این تگ H3 دیگه میخوام به اون استایل بدم. در ابتدا من فونت سایزش رو میارم روی 40 پیکسل قرار میدم. مارجین رو براش ست میکنم 30 پیکسل. یه اجرا. خب این به این صورت بر من میبینید که ایجاد شد. کار بعدی که باید انجام بدم اینه که بیام وارد HTML بشم و به این دیو با کلاس کانتنت که داره یه کلاس دیگه بهش بدم. کلاس بدم با نام رایت که فلوت رایت رو داشت. عکسه فلوت لفت رو داره و اون متن فلوت رایت رو داره که بیاد به این صورت کنار هم بچسبن. ببینید خب اومد و در واقع زیرش قرار گرفت.